سلام، خوبید بچه ها؟ بریم برای درست کردن این بستنی زمستونی خوشمزه. اول از همه نیاز داریم به یه ورق نون میکادو که با یه کاتر کوچیک مثلا قطر 5 سانت اینو برش میدیم، بعد میذاریم کنار. توی یه ظرف دیگه یه قاشق غذاخوری آب سرد داریم که بهش یه قاشق چایخوری پودر ژلاتین اضافه میکنیم و هم میزنیم، این ظرفمون هم میذاریم کنار. توی ظرف دیگه 2 دونه سفیده تخم مرغ داریم، با همزن هم میزنیم تا اینجوری یکم کف بکنه و حجمش 2 برابر بشه. به کمک الک نصف پیمونه پودر قند رو به موادمون اضافه میکنیم. وقتی که الک کردیم بهش نصف قاشق چایخوری سرکه سفید و 1/3 قاشق چایخوری وانیلی داریم که نصف این 1/3 قاشق رو الان میریزیم، نصفش رو در ادامه. بعد دوباره هم میزنیم و این ظرفمون رو میذاریم به روش بمماری، حالا یا رو بخار کتری یا روی دیگه، هم میزنیم تا هم سفیده ها بپزه و هم بهتر فرم بگیره. به این صورت وقتی خوب فرم گرفت بهش مخلوط پودر ژلاتین و آب سردی که اونم به روش بمماری رو بخار کتری رقیقش کردیم و اون نصف دیگه وانیلمون رو اضافه میکنیم و دوباره هم میزنیم تا به این حجم و به این کیفیت برسه خاممون. حالا این مواد رو توی قیف پلاستیکی میریزیم، قیف و تهش رو گره میزنیم و نوکش رو با یه قیچی میباریم. حالا به روش پالپ کردن من روی این نونا توجه کنید بچه‌ها. قیف تقریبا باید حالت عمود داشته باشه و به این صورت به حالت بالا میاریم قیفو و به مدت 1 ساعت توی یخچال میذاریم. توی این فاصله 150 گرم شکلات شیری یا تلخ رو به روش بماری آب میکنیم. 2 قاشق غذاخوری روغن بهش اضافه میکنیم. نکنید غلظت سس شکلاتمون بعد اینجوری باشه. روی صفحه کارمون یه کاغذ روغنی پهن میکنیم، یه توری روش میذاریم و اون بستنی ها رو میچینیم و این سس شکلاتی رو روشون میریزیم که از اون توری هم عبور بکنه. اگه از این پایان نداریم میتونیم از الک هم استفاده بکنیم. قشنگ بر کل بستنیمون پوشیده بشه و اون اضافات شکلات از اون ور بریزه. زیرش هم کاغذ روغنی گذاشتیم که وقتی شکلات ها صفر شد بشه اون اضافه شکلات ها رو دوباره استفاده کرد. 1 ساعت دیگه میذاریم توی یخچال، کاملا آماده است. به به، ببینید چی شده، یعنی نگم از خوشمزدگی و خوشگلیش براتون. نگاه کنید چقدر پفشم خوشگل و بامزه شده. درست کنید و نوش جون کنید.